همایش بین المللی میراس با حضور پژوهشگرانی از داخل و خارج عراق در شهر نجف اشرف برگزار می شود. در همین راستا استانداری شهر نجف اشرف و طولیت حرم متحر علوی آمادگی خود را برای برگزاری این همایش که همزمان با روز جهانی میراس برگزار می شود اعلام کردند. گفتنی این همایش که در نوع خود اولین همایش بین المللی در این زمینه به حساب می آید با حضور نخبگان علمی و دانشگاهی و پژوهشگران داخل و خارج عراق برگزار می شود و موضوعات آن مرتبط با میراث معنوی و شهری نجف اشرف و همچنین حرم مطهره علوی می باشد لازم به ذکر است در این همایش علاوه بر پژوهشگران کشورهای عربی حوزه خلیج فارس محققان دانشگاهی از کشورهای عربی اسلامی مثل تونس، مصر، لبنان و ایران خواهد بود. در پایان گفتنی این همایش در 20 و 21 اردیبهشت ماه هجری ببخشید اردیبهشت ماه سال جاری در شهر نجف اشرف برگزار خواهد شد. وبسایت الکترونیکی گتی میجز میلیون عکس از جوامع شیعی در سراسر جهان را نگهداری می کند و آنها را یکی از جذابترین عکس های در جهان می داند گفتنیس گیتی ایمیز یک وبسایت تجاری بزرگ است که مشتریان از آن برای جستجو و مرور تصاویر خرید حقوق استفاده از تصاویر و دانلود تصاویر استفاده می کنند. گفتنی است میلیون ها عکس شیعه در موضوعات مختلف مذهبی و اجتماعی و رویدادهای مهم شیعیان در سراسر سر جهان توسط این وبسایت به عنوان منبع معتبری برای ارجاع محسوب می شود. شاین ذکر از شیعیان عراق سهم بسیاری در دانلود و انتشار این تصاویر به خصوص تصاویر مربوط به شعر حسینی در این وبسایت داشتند. این وبسایت همچنین تعریف جامعی از وقایع شیعی را منتشر می کند و به پیروان مکتب اهل بیت علیه مسلم و علاق مندان ارائه می دهد تا درک آنها را نسبت به آداب و رسوم ایشان در نقاط مختلف جهان افزایش دهد. و خبری از استان اردبیل بامداد امروز دوشنبه 27 فروردین یک دستگاه اتوبوس که از اردبیل به سمت آستارا در حرکت بود در گردنه حیران واژگون شد منابع خبری تاکنون از مصدومیت 18 نفر و کشته شدن 5 نفر خبر دادند حمید قبیدل مدیرعامل هلال احمر استان اردبیل اعلام کرد که در حال حاضر امدادگران در حال خارج کردن مصدومین از اتوبوس هستند گفتنیست آمار بالای سوانه و تصادفات رانندگی در ایران که با کشته و مصدوم شدن همراه است و همواره با انتقادات گستردهی همراه بوده است. کارشناسان کیفیت پایین وسایل نقلیه استاندارد نبودن جاده ها و رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی را از جمله عوامل این سوانه برمی پس از گذشت یک دهه از حمله بوکو حرام به مدرسه متوسطه دخترانه چیبوک 82 دختر هنوز در اسارت نیروهای بوکو حرام هستند. امروز ده سال از بوده شدن 276 دختر از مدرسه متوسطه چیبوک در ایالت برنو در 14 آوریل 2014 می گذارد. از آن زمان اف بین الملل حداقل 17 مورد آدم روبایی دست جمعی را تا 6 سال در این کشور ثبت کرده است. که در آن حداقل 1700 کودک توسط افراد مسلح از مدارسشان ربوده شده و به مکانی نامعلوم برده شدند. اما متاسفانه مقامات نیجریه هیچ درس عبرت نگرفتند و اقدامات موثری برای جلوگیری از حملات به مدارس انجام ندادند لازم به ذکر از تحقیقات اف بین الملل نشان میداد که وضعیت آموزش در این منطقه و جوامع اطراف آن هنوز تحت تاثیر آدم رو های سال 2014 قرار دارد زیرا بسیاری از والدین از ترس روبود شدن فرزندانشان توسط بوکو حرام هنوز در فرستادن فرزندان خود به مدرسه تردید دارد. و خبری دیگر از قاره آفریقا بر اساس گزارش های اوچا و یونیسف سیستم آموزشی سودان با یکی از شدیدترین بحران های جهان مواجه است. گفتنی است جنگ در سودان 19 میلیون کودک را از تحصیل محروم کرده است و بسیاری از مدارس در سراسر سر این کشور به پناهگاه تبدیل شدند یا به شدت آسیب دیدند. در همین راستا یونسکو با اولویت و برنامه های استراتژیک جدید خود با بحران آموزشی در سودان مقابله می کند. بر همین اساس صندوق بین المللی حمایت از کودکان یونسکو اقدام به ایجاد گروه های آموزش محلی در میان درگیری های موجود در سودان کرده است. این سازمان اهداف خود را از برقراری این گروه های آموزشی تضمین دسترسی مستمر، ایمن، فراگیر و عادلانه به آموزش، افزایش کیفیت و ارتباط آموزش و یادگیری، حمایت از نظام آموزشی از طریق تقویت ظرفیت نهادی و اجتماعی و بسیج همه منابع و تلاش‌های حمایتی برای اجرای چنین طرح‌هایی ذکر کرد. موکه به ولا والفدا والفت از حیات های مذهبی وابسته به دفتر آیت الله سید صادق شیرازی در شهر مقدس کربلا از عزم خود برای برگزاری روز جهانی بقی خبر داد این هیئت با صدور اطلاعیه رسمی اعلام کرد که به همین مناسبت در روز هشتم شوال برابر با هفته آوریل سال 2024 تجمعی مقابل سفارت عربستان سعودی در بغداد پایتخت عراق برگزار خواهد کرد بر اساس این اطلاعیه اتوبوس های جهت منتقل کردن شیعیان علاقمند به حضور در این تجمع فراهم شده و قرار است در روز مذکور از مقابل مقبره علامه هلی واقع در خیابان قبله امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا ساعت هفت صبح به سمت محل برگزاری این تجمع حرکت کنند. سیزده همین جشباره بین المللی فرهنگی السفیر با حضور نمایندگانی از 23 کشور اسلامی و عربی در شهر کوفه در استان نجف اشرف آغاز بکار کرد. گفتنی این جشنواره به میزبانی و با تلاش آستان مسجد مقدس کوفه و با شعار کوفه داستان سفیر و آینده تمدن برگزار می شود. گفتنیست این جشباره هر ساله همزمان با پنجم شوال سال روز رسیدن حضرت مسلم ابن عقیل سفیر سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام به شهر کوفه برگزار می شود در همین راستا خبرنگار اعزامی خبرگزاری اخبار شیعه اعلام کرد که این جشنواره شاهد حضور شخصیت های محلی داخلی و خارجی عراق از جمله شخصیت های دینی، فرهنگی، ادبی و حتی برخی شعرا بوده است. و اما خبر آخر آستان مقدس علوی از آغاز پروژه ساخت بخش خارجی صحن جدید و تأسیس هیدری خبر داد گفتن است این پروژه گامی دیگر در راستای توسعی فضای حرم متحر مولای متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام است تا با چنین اقداماتی امکان استقبال از زائران بیشتری فراهم شود در همین راستا کمیته نظارت بر پروژه اجرای این ترح از آغاز خرید برخی ساختمان ها و املاک اطراف حرم متحر جهت افزودن زمین آن به این سحن خبر داد. گفتنیست مهندس حسین خوزایر مسئول این کمیته ضمن اعلام خبر افزود با خرید و تخریب املاک مدنظر حداقل 90 متر به مساحت و فضای باز اطراف حرم متحر افزوده می شود.